آیا تسنن و تشیع را از منظر نظریه سیاسی مستتر در آنها میتوان مقایسه کرد؟ اگر میتوان نتیجه چیست؟ اصل امامت در شیعه و نوع رابطه دیانت و سیاست در تسنن هر یک از این دو مذهب را به کدام سو برده است؟ سلام، عبدالکریم شهرستانی مورخ صده های اولیه اسلامی میگوید بزرگترین اختلاف در میان امت اسلامی اختلاف در امامت بوده است و در مورد هیچ مسئله همچون امامت شمشیرها برهنه نگشته. اونچه او میگوید را میتوان در اعصار بعد هم دید. نظریه امامت بست یافت و به مجراهای دیگری چون ایده ولایت علما افتاد و تفاوت فکر سیاسی شیعه و سنی را بیش از پیش پررنگ کرد. اما عوامل دیگر هم مؤثر بود. مخالفت و بی‌اعتمادی با تفکر استدلالی سایه سنگینی بر نظریه سیاسی اهل سنت انداخت. افزون بر این، مخالفت متکلمان سنی با ایده شورش بر سلطان جائر برای آنان معضل بزرگی در توضیح رابطه دیانت و سیاست ایجاد کرد. در بحث امروز می‌پرسیم از این تفاوت‌ها چه نتایجی می‌توان گرفت؟ می توان گفت این تفاوت ها نشان از دو نظریه مدون و در این حال متمایز سیاسی در میان شیعه و سنی است. در این صورت می توان پرسید کدام یک نظریه سیاسی شیعه یا سنی با نیازهای امروزی همراه تر است. مهمان های این هفته محمدالله صخره، پژوهشگر حقوق و فقه اسلامی در شاخه اهل سنت، دانش آموخته دانشگاه الازهر مصر، و زکریا مشکور، پژوهشگر شیعی در علوم اسلامی، دانش آموخته جامعة المصطفی. خیلی خوش آمدید آقای صخره. من سوال اول رو با نقل قولی شروع میکنم. داوود فیرهی، نویسنده شیعه‌ای که در مورد تطور اندیشه سیاسی در میان مسلمانان نوشته، معتقد فقه اهل سنت به همراه هزیمت خردگرایی در باب سیاست از واقع‌گرایی به دور ماند و به جای تحلیل انتقادی و معقول دردها و نیازهای مردم به تکرار نصایح کهنه و مکرر پرداخت و مردم را به صبر و سکوت دعوت نمود. البته فقط تاریخ نگاران شیعه این رو نمیگن، نقل قول دیگه هم از حمید عنایت میشه آورده که تاریخ نگار اندیشه سیاسی سکولار هست، که در مورد آرای سیاسی متکلمان سنی چون ماوردی و غزالی میگه فقه سیاسی اهل سنت مستعد کنار آمدن با سلطان جبار است. در جواب این چی میشه گفت؟ نظریه سیاسی اهل سنت چنین استعدادی داره؟ استعداد میشه گفت توجیه کنار آمدن با سلطان جائر؟ با تشکر از شما و از دوستی عالی قدر آقای مشکور، من بر این نظر هستم که درک این مسئله بستگی دارد به درک آنچه که از وقایع تاریخی در زمان پیامبر اسلام و خلفای راشدین به تعبیر اهل سنت صورت گرفت. ما در زمان پیامبر به این مسئله برمیخوریم که چیزی به نام نسب امام وجود دارد و لزوم نسب امام هست، یعنی حاکم، و اینکه پیامبر خودش بیان کرده است که شما بعد از من حالتها و شرایطی را میبینید که ناگوار خواهد بود و شما امامانی جائر و عادل خواهد داشت. و اینجا منظور از امام پیشواست دیگه، پیشوایی که اموری مسلمانان را در عرصه حراست دین و سیاست دنیا روی دست بگیرد. و شما حقوق آن امامانی جائر و عادل را ادا کنید و هر کدام با تفاوتی.
پیامبر رفت و جانشینی از خود تعیین نکرد و امر را برای انتخاب و آراء گذاشت و ابوبکر بر اساس آراء و انتخاب گردید و همین طور ابوبکر پیشنهاد کرد برای عمر یا تزکیه کرد عمر را و عمر به موجب توصیه ابوبکر و هم انتخاب آرای مردم یا رأی‌گیری یا نظرسنجی مردم انتخاب گردید یا شورای رأی‌گیری مردم اجماع بزرگان بوده دیگه، یعنی رأی‌گیری به شکل امروزی که نبوده ولی از این قضیه بگذریم. دقیقاً، یعنی موضوع این که یعنی مردم بزرگان نقش داشتن در انتخاب و عمر همین طور وقتی که رفت شورای شش نفره تأسیس کرد که و عثمان بر همو اساس انتخاب گردید و رقابت رأی‌گیری عملا ما در دوره انتخاب عثمان را می‌بینیم، چون حضرت علی و حضرت عثمان هر دو خواستند که زعیم بشن و همین طور زمانی که عثمان رفت حضرت علی بر اساس انتخاب اکثریت انتخاب گردید و به عنوان خلیفه حق بر علیه مخالفینش از سوی اهل سنت شمرده شد و صفحه خلافت راشده با شهادت علی بسته شد. ولی این به معنی از این نبود که حکام دیگری نیاین. بناهن متکلمین اهل سنت اکثرا زاده حوادث تاریخی که میان حضرت علی و میان رقیبش معاویه صورت گرفت زاده این دو هستند و بحث شیعه و سنی هم یا تفاوت کلامیشان هم در عرصه امامت و عصمت و این مسائل زاده همین مرحله است. اهل سنت به نظر من در راستای تعامل با حکام یا امام های جائر تعاملی نسبتا نزدیک به خردگرایی کردن و آنچه که از اعتراضی که شما ذکر فرمودید بالای اهل سنت در این رابطه صورت میگیرد، ما نیاز میابیم که مقایسه بکنیم که در آن زمانی که متکلمین اهل سنت چنین حرفها را گفتن یا سازگاری با حکام را تا اندازی مطرح کردن، نصیحت به حکام را هم فراموش نکردن و حقوق و التزامات رعیت بر حکام جائر را هم فراموش نکردن، بلکه مقایسه کردن بین آنچه که اصطلاح گذاشتن سیء و اسوأ، بد و بدتر. ولی آقای صخره، بسیار از این متکلمان که در صداهای پس از اون به دنیا اومدن و نوشتن، یعنی مربوط به دوران اختلاف بر سر خلیفه چهارم یا پس از اون نیستند، اینکه دفتر خلفا بسته، خلفای راشدین بسته بشه یا نه، صد گاه 200 سال بعد از این ماجراها نوشتن، از جمله غزالی. اینها ضرورت کنار آمدن با سلطان جائر رو برش تأکید کردن، توضیح دادن. بخشیش از نظر شماری از متکلمان شیعی به این دلیل که نزدیک بودن با سلاطینی که خودشون رو خلیفه مسلمین هم میشمردن، مثلا به فرض بعضی از سران چهار مذهب اصلی سنی قاضی القضات بودن، در مجاورت خلیفه میزیستن و از نظر خیلی از متکلمین شیعه این باعث میشد که توصیه کنن به عموم مردم که شما این سلطان جائر رو باید بپذیرید. به نظر من همه متکلمین و یا آن علمای اهل سنت که در طول تاریخ در باب سیاست و دیانت نوشتن یا توفیق بیان سیاست و دیانت متفق نبودن، مختلف بودن، یعنی آن نظر به شرایط و وضعیت خود و حالات سیاسی سائد در جامعه خود نوشتن. به طور مثال از غزالی نام بردید. غزالی معروف هست که در رابطه با تقرب با سلاطین در احیای علوم الدین زیاد نوشته است که انسان فضیلت آن است که به سلطان مقرب نباشی و تا اونجایی که ممکنه دوری کنی، دوری کنی. این غزال و این زاده بینشی غزالی بود که قبلا کتابی را در رد باطنیه به نام مستظهری به نام خلیفه عباسی مستظهر بالله نوشت. پس اونها زاده حوادث خود و شرایط خود در مجموع میگویند که
اصول شرعی داریم که تعامل کردن با حاکم خوب هست از اینکه هیچ انسان تعامل نکند، چون اونها پیشینه مقابله خوارج با حکام را دیدن و این مسئله برای جلوگیری از بی‌نظمی و متجسم. آقای مشکور، کارنامه شیعه در این زمینه در سده های اولی و میانی دوران اسلامی چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ادوار مختلفی بر فکر و اندیشه شیعی حداقل دو دوره کلی رو میشه ترسیم کرد، دوره عصر امامت تا سال 255 و آغاز غیبت حضرت حجه سلام الله علیه تا امروز. در دوره حضور امام معصوم، یعنی پس از وفات پیامبر اکرم صلوات الله علیه که بنابر اعتقاد شیعه که تفاوت جوهری تشیع با تسنن از اینجا شروع میشه و الا در اصل ضرورت امام در حرف ضرورت حاکمیت اسلامی بین شیعه اصولی اختلاف نیست. شیعه معتقد است که پیامبر اکرم و متکلمین شیعه همه برای اتفاق دارند که پیامبر هم ضرورت تشکیل حکومت دینی رو که در رأسش یک حاکم دینی باشد محرز کرده و هم فرد رو مشخص کرده. یک بار نه، دو بار نه، شیعه معتقد هست که در کتب ایزان اهل سنت فراوان موجوده، در تواریخ موجوده که پیامبر اون فرد رو مشخص کرد. ما در تشیع اختلاف جوهری که با ایزان اهل سنت داریم که اون امام مثل نبوت همه مقامات نبی رو داره جز انزال نزول وحی، ولذا در دوره عصر امامت اندیشه شیعی مبتنی بر اصل امامت است که امام معصوم منصوب الهی وظیفه رهبری رو داره. اما پس از اتمام این دوره اول که آغاز عصر غیبت هست، بر فکر و اندیشه سیاسی شیعه مثل اهل سنت تطورات عجیب پیش آمده، بعضی پارادوکسیکال هست، به این معنا که ما یک زمان داریم نظریات شیخ مفید رو داریم، نظریات شیخ سید مرتضی علم الهدا رحمت الله علیه ما رو داریم، به تبع این دو نفر نظریات خواجه نصیر رو داریم و نظریات بقیه رو که در یک مقطع اول بلافاصله پس از غیبت که از یک طرف امام معصوم حضور نداره و از طرفی هم حکومت غیر معصوم رو شیعه جائر و ظالم میدانه و اطاعت از او رو جائز نمیدانه. اولین نظریات اینجا شکل میگیره، نظر خود شیخ مفید هست، به شرط اجرای حدود و احکام الهی که این باز در قسمت با اهل سنت تقریبا شباهت داره. اولین دیدگاه اینجا مطرح میشه، سلطان کنار آمد به این شرط. در این دوره اول پس از عصر غیبت نظرات شیخ مفید، سید مرتضی، مرحوم طوسی و بقیه هست، میرسیم تا مرحله بعدی، یعنی مرحله اول کنار آمدن و همکاری و تعاون با سلطان جائر را اجازه میدن، اجازه میدن. حتی به نظر مثلا سید مرتضی میگن اگر اجرای حدود احکام بکنه واجب است اطاعتش. در اینجا متاسفانه دیدگاه رو داریم، ولی بعد از آل بویه، بعد از شیعه شدن سلاطین ترک دیدگاه عوض میشه. این یک تطوری در فکر شیعه، چون سرزمین های شیعی به دستشون میاد هم در آل بویه و هم بعد از اون مغلا، اینجا بحث حاکمیت عادل مطرح میشه، یعنی پادشاهانی که یکی از وظایف خود نشر معارف اهل البیت رو میدانن و در راستای این داستان عمل میکنن. علمای شیعه هم از این قسمت به بعد دیگه بحث امامت جائر و سلطان جائر اینا ندارن. آیا حاکم غیر معصومه اما عادل را اینجا نظرات جدید شکل میگیره؟ پس این نقد رو به نظریه سیاسی اهل سنت اگر از جانب متکلمان شیعی طرح بشه خیلی نمیشه پذیرفت، برای اینکه در نظریه سیاسی شیعه هم کنار اومدن با سلطان جائر هست. در اصل اول میون کلامتون حتی خواجه نصیر طوسی با مغول‌ها کنار میاد برای اینکه خلافت رو برچینن، یعنی برادران دینی خودشون رو کنار میگذارن و در جوار سلطانی که علیه برادر دینی خودشون داره میجنگه و خلافت رو برمیچینه میستن و با اون سلطان جائر همکاری میکنن. در یک مقطع تاریخی شاهد چنین دیدگاه های هستیم، ولی که بنیاد اصلی در فکر و اندیشه شیعی حرمت اطاعت سلطان جائر امام غیر منصوب است. یعنی تفکر اصلی شیعه این است که امام
چون رهبری جامعه اسلامی رو داره باید منصوب الهی باشه و او منصوب الهی هست و لذا تمامی سلاطین دیگر و خلفای دیگر رو ما در تفکرشی خلفای جور میدانیم، خلفایی که غاصب بودن میدانیم. ولی میشه باشون همکاری کرد، ولی که بحث همکاری به عنوان بحث ثانویه مطرح میشه که خب در یک مقطعی شیخ مفید اون نظر رو داره، بعدش به اسلام میرسیم با نظرات جدیدتری، نظرات جدیدتری که به اصطلاح فقه سیاسی شیعه تطور پیدا میکنه که در اونجا استقرار دولت شیعی است، مثلا در دوره صفویه و یک قلمرو شیعی شکل میگیره. بله. در این دوره ما بحث مشروعیت حکومت ها رو داریم که طبیعتا در اینجا افراد بزرگی داریم، مثلا مرحوم محقق کرکیر داریم که بله بله. شیخ الاسلام میشه و مشروع میداند حکومت حاکم عادل را، دیگه نه جائر. متجستم. در این حال مرحوم محقق کرکی شرطش این است که مرجع جامعه و شرائط، فقیه جامعه و شرائط، مهر تایید بر حکومت اون حاکم عادل، مثلا شاه طهماسب رو ایشان مثلا تاجگذاری میکنن و پس از این میگن این دیگه حکومت جور نیست، عنوانش عوض میشه. و در همون جاست که برای تطور مرحله بعد مرحوم محقق کرکی که حالا شاید در بحث بعدی باشه در ادامه برنامه. لب کلام آقای مشهور اگر اشتباه نکنم این است که اون دورانهایی که متکلمان شیعی روی همکاری با سلطان جائر تاکید میکردن شاید دورانهای کوتاهی بوده، ولی نظریه عمومی شیعه در امر سیاست متأثر از بحث امامت که بهش خواهیم رسید این است که به راحتی نمیشه با سلطان جائر کنار آمد. یه شرایطی داره، این شرایط بعدها که حائز شد از جمله در دوران صفویه باعث شد که شیعیان اصلا حکومت رو از آن خودشون بدونن، علما حکومت رو از آن خودشون بدونن. یک فرقی در این که چرا متکلمین شیعه موضوع سلطان جائر را بیشتر و قیام بر علیه سلطان جائر را بیشتر پرداز دادن یا بیشتر در این باره در تناسب با اهل سنت نوشتن یا نقد کردن، به این برمیگردد که آنها قائل در مجموع آنها حتی اگر سلطان عادل هم باشد و اگر معصوم نباشد ظالم میدانن. بنابراین اینجا یک تعریفی قدسی در عدالت سلطان اینها وارد میکنن، در حالی که در نزد اهل سنت مبنای سلطنت یا خلافت استوار بر عدالت هست. بنابراین از منظور عدالت فقیه یا متکلمی سیاسی اهل سنت ارزیابی میکند که این سلطان جور و ظلمش تا چه انداز هست و آیا عدالتش تفوق داره بر جور و ظلمش، چنین میشه؟ بله دقیقا تناسب. و اگر بر علیه این قیام صورت بگیرد و اگر شورش صورت بگیرد تا چه حد خواهد بود؟ و همه و ما در پیشینه تاریخی قیام و شورش علمای اهل سنت را یا آنهایی که تابعینی که منصوب به اهل سنت بودند بر علیه بعضی سلاطین اموی و خلفای اموی ما داریم، به طور مثال حجاج ابن یوسف و حتی عبدالملک ابن مروان، اینها و فرزندانش عبدالملک، مروان حکم، مروان ابن حکم، عبدالملک، ولید، سلیمان، اینها همه مورد تایید نبودن، بجز اینکه عمر ابن عبدالعزیز وقتی که می آید ما می بینیم که همه با او کنار می آیند و همه از او تعریف می کنند. پس بنابراین علما و متکلمین اهل سنت از منظور ارزیابی عدالت و نگاه غیر قدسی به امام چنین کردند. آقای مشکور، البته نظر همه علمای اهل سنت این است که عدالت شرط امامت یا خلافت باشه، یعنی یک بخشی از شرط هست که اساسی، یعنی امام مسلمان باشد. چون ابن خلدون، تفتازانی، فراوان مثل دو نفر بزرگانی هستند که عدالت را شرط نمیدانند و حاکمه که بالغلبه، حتی مثلا اجماع و انتخاب را شما فرمودید که مبنای مشروعیت بوده، چه در دوره خلفا اگر لازم باشه من توضیح میدم که همون زمان هم نه اجماع بوده و نه انتخاب عمومی بوده، نه در انتخاب خلیفه اول اجماع بوده سقفیه بنی ساعده بوده، نه در انتخاب خلیفه دوم که وصیت و نسب خلیفه دوم بوده و چه در شورای شش نفره که سه نفر که نه انتخابات بوده و نه اجماع. اما اجمالاً علمای اهل سنت مشهور بینشان این است که حاکم و پادشاه ولو
بالاستیلا و الجور و الظلم و الغلبه که توری تقلب امام غزالی رحمت الله علیه که مشهور در قسمت ولو با غلبه و با قتل حاکم قبلی رو کنار زد بر مسلمین جواز نداره که علیه این قاتل باقی جنایتکار قیام بکنه. آیا بحث عصمت امام باعث نشده که نظریه سیاسی شیعی به راه‌هایی بیفته که عملاً معضلات جدی برای متکلمان شیعه ایجاد کرده؟ از جمله مثلا اهل سنت میگن بعد از پیامبر دیگه ما سلطان و امام رو در یک جسم نداریم، جدا میشن این دو و راحت مشکل حل میشه براشون، اما برای متکلمان شیعی چون این دو رو کماکان در امام یکی میبینن مشکلات جدی ایجاد میشه، بحث غیبت تر میشه، غیبت صغراست، غیبت کبراست و بعد وقتی امام نیست چه کار باید کرد؟ این مشکلات جدی برای شیعه ایجاد میکنه دیگه. ببینید من تکرار نمیکنم که عصمت بنابر تفکر اسلامی عام که برای پیغمبرام لازم هست، بنابر تفکر خاص شیعه که برای امام و جانشین پیغمبر هم تسری داده می شود، نه تنها معضل نیست که راهکار هست. اگر ما پایبند به نظریه امامت خلافت با عصمت بودیم، به این میلیون ها کشته ای که در جنگ های سلطان سلاطین جائر اتفاق افتاد نمی افتادیم. ببینید معضلی که مطرح می شود که امام معصوم نقد ناپذیر هست، قدسی هست، چرین است، چنان هست. ببینید این عزیز آب اگر نگاه بکنیم بیشتر اشکالات فراوان ایجاد کرد، ولی اگر از اوز آب نگاه کنیم که انسانی که به نسب الهی دارای مقام حاکمیت، ولایت و امامت سیاسی و رهبری سیاسی رسیده، کسی است که دروغ نمیگه، کسی است که برخلاف قرآن حرفی نمیزند، چون علم فراوان دارد و اعلم الناس است. مثلا خب وقتی رفتیم به سراغ امام غیر معصوم، میشه برخلاف قرآن بیم سلمی رو که دزدی کرده بود آتش بزنیم، بیم برخلاف نص قرآن، برخلاف نص فرمایش پیامبر و اجماع اهل سنت، الان که زن حامله دیوانه را که نباید حد زد، ولی خب اگر امام معصوم نباشه اتفاق میفته که شاید یک پادشاه پیدا بشه، خلیفه پیدا بشه، مثلا زن حامله دیوانه رو حد بزنه، یا مثل موارد فراوان دیگه. ما معتقدیم که اولا این شرط حاکمیت سیاسی هست از نظر تفکر اسلامی شیعی، دوما بر فرض که بگیم این عصمت معضلت کجا معضل بوده، علی ابن ابی طالب حکومت کرده، این مثالش خیلی زیباست، علی ابن ابی طالب حکومت کرده، آیا به عنوان انسان معصومی که ما معتقدیم که ایشون معصوم بوده، ایشون نقد ناپذیر بوده؟ ایشون خودش با صراحت میگه فلا تکلمونی به ما تکلم و به هل جوابره، منو از مشوره دادن بی نیاز ندانید، منو از سخن به حق خودتون محروم نکنید. خوارج می آمدن انتقاد می کردن، تبلیغات علیه علی ابن ابی طالب می کردن، ایشون جلوشون نمی گرفت. بله، اجازه بدید ببینیم آقای صخر جوابشون چه هست که تعادل در استفاده از وقتم رعایت بشه. من دو نقطه اشاره می کنم، یکی همین سوال اخیر و هم یکی این که جناب مشکور صاحب فرمودن که انتخابات نبود یا مثلا در عرصه نقل، یعنی همواره یک خلافی که میان اهل سنت و میان منسوبین اهل تشیع یا اهل سنت مطرح می شود این است که اینها میگن ما نقل تاریخی داریم و اونها هم میگن ما نقل تاریخی داریم. قاعده این هست که اکثریت در نقل معتبرتر هست، هم کمیت و هم کیفیت. بنابراین زمانی که ما میگوییم که ابی بکر انتخاب شد، به معنی اینکه اکثریت، ما میدانیم که سعد ابن عباده خلاف ورزید یا یک چند نفری، اما اکثریت همین بود و در رابطه با عمر و در عثمان. یعنی من به نظر من نقل تاریخی اهل سنت به عنوان سواد اعظم امت، سواد یعنی اکثریت، بنابراین شاید معتبرتر باشد. این بینش در رابطه با سوال اخیر، ما به این عقیده هستیم که بجز ایمان و شکل فطری که عقلانیت اول هست، چه اگر ما ایران محصول فکر فلاسفه بگیریم و چه هم از متکلمین مسلمان، ما بعد از ایمان هر آن چیزی که قدسیت را فراهم بکنه خلاف عقلانیت هست و در سرحد ضرورت گرفته می شود. پس ما زمانی که پیامبر را به عنوان معصومیت امام رو خلاف عقلانیت بود. خلاف عقلانیت پیامبر را ما وقتی گرفتیم به عنوان تکمیله و تتمه ایمان و بس و دائره بسته شد و بعد از پیامبر هر آن چیزی که معصومیت را سرایت بدهد و این و تسلسل را به وجود بیارد
از بابت وراثت هم غیر عقلانی می شود، چون حق عمومی امت و رعیت در انتخاب و در گزینش امام از بین می رود و مفکوه و ریشه های وراثت را هم انسان می بیند که زاده فکر و ذهنیت عربی آنقدر نیست که زاده و فکر و ذهنیت فارسی هست. ولی این ذهنیتی که شما گفتید مشکلات جدی ایجاد نکرده آقای صخره؟ وقتی اهل سنت میگن که معصومیت رو فقط در پیامبر میبینن و بعد از اون دیگه پیشوای مسلمین و سلطان سرزمین های اسلامی دیگه در یک جسم نیستن بلکه در دو جسم متفاوت هستن، این به جدایی سیاست و دیانت نمی انجامه؟ یعنی سلطان اونجا باشه، خلیفه مسلمین پیشوا، امام مسلمین اینجا باشه، همین که فقط این سلطان بیاد خطبه به نام خلیفه یا امام بخونه دیگه کافیه. هیچگاهی ما در میان متکلمین و فقهای اهل سنت ما نمی بینیم که حاکمی باید وجود نداشته باشد که اون ملتزم به قوانین اسلام باشد. یعنی شرایطی رو این حاکم باید داشته باشه. حتی همین سیف الدوله همدانی یا بویه اینها آل بویه، علمای زیادی در کنار از اینها بودند، چون نمادی از تشیع نسبتا معتدل را رعایت میکردند، علمای اهل سنت در کنارشان قرار گرفتند. حتی زمانی که فاطمی ها در مصر که بسیار در تناسب با امامیه از اهل سنت دورند، بله، در زمانی که در مصر بودند تا زمانی که صلاح الدین ایوبی آمد، قبلا یک توافقی زمینی میان اهل سنت مصر و میان فاطمی ها وجود داشت که شما حکومت میکنید ولی ظلم نکنید بالا. بله، بذارید به تنها یک نکته از اون چه که آقای صخره گفتن بپردازیم و از اون عبور نکنیم. اشاره به وراثتی بودن کردن، گفتن این خلاف عقلانیت است. آیا در نظریه سیاسی شیعه این مشکل جدی نیست؟ یعنی نوادگان پیامبر هستند که امام و امام معصوم هستند، این با عقلانیت چقدر سازگاره و چه رنگی به نظریه سیاسی شیعه میده؟ بله، ما معتقد به نظریه وراثت نیستیم. چرا؟ وقتی شما میگید من توضیح میدم. بله، اولا که ما معتقد به این نیستیم که مثل ائمه ما به وراثت، خب هر امامی چندین فرزند داشت پس باید به همه فرزندانش نظر باشه، ولی تنها کسی که فرزند یک امام هست میتونه امام بعدی باشه. حالا اون رو راجبش صحبت میکنیم. من دو تا نکته دیگر رو چون به اصطلاح اگر نگیم به اصطلاح متاسفانه شبهه باقی مونه. این که جناب دکتر فرمودن که قدسیت با عقلانیت ناسازگاره، خب این دعوای اشعری، معتزلی، امامی تا حالا بوده و الان هم هست و الان دیدگاه غالب مسلمانان با سکولارها همین هستش که گمان میکنم ایشون گفتن قدسیت در پس از پیامبر، قدسیت دادن به امام. من میخوام عرض بکنم که یعنی نزاع شرع و عقل، نزاع عقل و دین و نزاع قدسیت و جامعه جدید، خب یک ادعا هست. ما معتقدیم در جایگاه شیعه که کلا ما حکم به العقل، حکم به الشرع. ما معتقد به ملازمه حکم عقل شرع هستیم. قدسی بودن یک شی اگر قرار باشه نظامیز با عقل باشه، پس باید بگیم که با پیغمبرم با تعالیم. نه، اسلام اینو نمیگه. مسلمان ها به یک باور ندارن که تعالیم اسلامی خلاف عقل است. بسیار خب، به سوالی که من پرسیدم اگر الان این اولش هست و بعد اگرم به سراغ او بس بریم، خب قرآن میگه وارث داوود و سلیمان. و ورث داوود و سلیمان، یعنی اگر بگویم که بسیار اگر چرا پس خداوند متعال در داستان نبوت بر اساس اون عرف متعارف اهل سنت که امامت که پایین تر از نبوت است، سلیمان نبی را قرآن میگوید، خدا میگوید که بسیار ما وارث پدرش قرار دادیم، اسحاق را، اسماعیل را وارث پدرانشون قرار، پدرش حضرت ابراهیم قرار دادیم، حضرت یوسف را وارث پدرش حضرت یعقوب قرار دادیم. این سلسله نبوت و امامت، البته هیچ متفکر اسلامی، هیچ متکلم اسلامی نگفته چون ایشان فرزند او هست و عنوان فرزند بودن و پدر بودن به میراث رسیده. نه، ما معتقد به این گونه. شما معتقد هستید که فرزندان امام واجد شرایط امام شدن هستن و یکی از اونها بیشترین شرایط داره؟ ببین همون نظری که فارابی داره. فارابی وقتی که در اون حاکمی که اولین شرطش به اصطلاح فیلسوف هست، بعد ارتباط با مبدأ وحی 14 شرط دیگر مطرح میکنه فارابی، بعد اونجا در آخرش اشاره‌ای دارد که چنین شرایطی
در یک انسان به تعبیر امروزی ما 30-40 سال 50 ساله شکل نمیگیره. این باید مثلا به شکل تعبیر امروزی ما از ژنتیک، از وراثت، تربیت خانوادگی با شکل گرفته باشه. میشه همون وراثت. اشاره آقای مشکور به فارابی ما رو به بحث مهم میرسونه. بین متکلمان شیعی که راجع به سیاست صحبت کردن ما فیلسوف زیاد داریم، فارابی یکی از اونها هست، اما بین متکلمان سنی که راجع به سیاست حرف زدن فیلسوف کم داریم، بیشتر فقیه هستن. اولا که من شخصا در حد سرحد علم خود، من تا جایی که میدانم یا شنیدم ابن سینا را به اسماعیلیه نسبت میدهند، در حالی که از ابن سینا هم آن چیز آدمی عقلانی هست، شخصی عقلانی هست که این طور اون طور چیزی فهمیده نمیشد. اما فارابی را من منبع معتمدی که اون را نسبت میدهد که آیا او واقعا گرایشی مذهبی عمیق داشت، تشیع و این، گرچه در دربار خیلی یکی از خلفای بگید اگر شیعیان فارابی رو دارن، سنی ها ابن رشد ابن سینا رو دارن، ابن رشد رو دارن. ابن سینا رو نمیگم، ابن خلدون هست، ابن طفیل هست، ابن باجه هست، ابن رشد هست. شیعیان کمتر میشناسن بخصوص این چند نفر اخیر رو. بله، این ابن طفیل و ابن باجه و تسلسلی هستن. ابن طفیل با ابن باجه در یک عصر و ابن رشد از اینها گرفت و ابن خلدون که علمش را نه تنها در اندلس و در مغرب بلکه به همه جا و آخرین و طبعا بدون شک سنی ها، حتی همین بعضی مدارسی که در هند هست، ما متأخرینی فلسفه پرداز اهل سنت را یا منطق پردازشان را در شبه قاره هند میبینیم که علمایی که از نظر مذهبی تند هم بودن، اینها زیادتر با ملا صدرای شیرازی که از جمله فلاسفه بزرگ شیعه هست پرداز دارن و مرابطه احترام دارن و رابطه دارن و گرفتن. از جمله کسانی که ممکن بود آقای صخره ازش نام بره ابن تیمیه است. اگر از شیعیان بپرسید ابن تیمیه رو یک فرد فلسفه ستیز، خرد ستیز معرفی میکنن، ولی وقتی آرایش رو میخونید و من برای این برنامه پارایی از آرایش رو خوندم، میبینید بیشتر تفکر استدلالی که در ابن تیمیه به کار میره برای اینکه نظریه سیاسی اهل سنت رو بپرورانه. بنابراین این صحبتی که من کردم که در یکی از این نقل قولها بود هزیمت خرد گرایی در میان متکلمین سنی، واقعا خیلی نمیچسبه بهشون. نه چرا؟ ببینید داستان عمیق‌تر از این است. ما قبل از عصر ابن تیمیه مثلا عصر صحابه رو داریم، عصر تابعین رو داریم، عصر پیدایش مذاهب چهارگانه رو داریم، بعد در دوره تقریباً مثلا بزرگتر و کلانتر از کسایی که تاثیر گذاشتن در فکر سیاسی و در فکر کلامی و در فقه سیاسی اهل سنت فراوانتر بودند. ای که این اواخر چرا به آرای ابن تیمیه بیشتر پرداخته میشه، ولی اجمالاً با اون سابقه خرد ستیزی که در تفکر اشعری وجود داره و عدم اعتقاد به ملازمه بین حکم عقل و شرع که این مبنا از اونجا شروع شده و خب مشخص ابن تیمیه بر این عهد وفادار هست و یکی از مخالفین این داستان است، ایشان در این قسمت شکی نداره و لذا ایشان از کسانی است که با اجتهاد، یعنی روی کرده عقلانی بدین که باز اهل سنت مخالفت می‌ورزه و ایشون شعار برگرده به سلف صالح رو داره، یعنی ایشون حتی خودش رو مجتهد معرفی نمیکنه، یعنی کسی که خرد ورز باز با عقلانیت بره. من احساس میکنم که ابن تیمیه رو نباید به عنوان یک فرد تاثیرگذار در تفکر اسلامی سنی معرفی بکنیم و نه هم پیشنهاد بکنیم. متفکرین بزرگتری مثل ماوردی وجود داره. بله، ولی ماوردی که تا امروز این تفکر متقدمتره. ما همین اختصار به قرون 13 و 14 و 15 که میرسیم، ابن تیمیه بسیار تاثیرگذار. اولین بار بعد از اثار اولیه ابن تیمیه است. بله. که بحث جهاد و کنار نیامدن با سلطان جائر رو اتفاقا طرح میکنه. بله. و به این معنی که فصل جدیدی با ابن تیمیه باز میشه. من از این جهت تلاش کردم. حالا اگر همین چون بعضی سخنان به اصطلاح از مقام سخن تا عمل فرق میکنه، اگر ما خروجی ابن تیمیه رو امروز در داعش و القاعده و سلفیگری بدانیم که خیلی فاصله از فکر غالب احناف ما داره، از شافعی ها داره، از مالکی ها داره و از اکثریت اهل سنت داره، من اعتقادم اینه که نه، میراث ابن تیمیه یک میراث مبارزه با عقل است، مبارزه با خرد هست، برخلاف اون که دکتر گفتن که اهل سنت تلاششان این بود و الان هم هست. و بعد از ابن تیمیه ما در مصر
ما در شب قاره ابوالعلای مودودی رو داریم که من فکر میکنم که دیدگاه‌های جدیدی که اینشان و به اصطلاح سید قطب و کسانی دیگر از اهل سنت مطرح کردن خیلی قوی تر، خیلی عقلانی تر، خیلی دلنشین تر است و امروز میشه بر جهان اهل سنت و حتی تشیع عرضه کرد و مطرح کرد. بله، اشاره کردن آقای مشکور به القاعده و داعش و اینجور جریانات فکری وقتی راجع به ابن تیمیه صحبت میکردن، علی‌رغم اون چه که من در سوالم در مورد ابن تیمیه گفتم، خیلی ها میگن فاندامنتالیسم یا بنیادگرایی اسلامی ناشی از آراء کسانی چون ابن تیمیه است که به همراه روندهای جهان نو، یعنی مثلا تقابل با غرب، اینها خودش رو به شکل داعش و القاعده نشون داد و از این نتیجه میگیرن که استعداد بنیادگرایی دینی در نظریه سیاسی اهل سنت بیشتره. رد فلسفه توسط فلسفه هم فلسفه است. ابن تیمیه و قبل از آن غزالی، هیچ کس نمیگه غزالی فیلسوف نیست، غزالی درست است. اینها تقسیمات کردن، ابن تیمیه و غزالی و اینها با وصف تفاوت منهج گفتن که ما بحثی متافیزیک را کنار بگذاریم، از یونانی ها بحثی جوانب مثبت علم را بگیریم، طبیعیات، ریاضیات، این مسئله را توصیه کردن. ابن تیمیه هم شخصیت جنجالی بزرگی در مابین اهل سنت هم هست و محاکمه شد و محاکمه را هم ائمه یا مفتی های چهار مذهب در دوران سلطان محمد ناصر قلاوون فکر کنم اونها دادن. ابن تیمیه که بحث های کلامی محض دارد که با اون اکثری اهل سنت فعلی با اون سازگار نیستن. یکی ابن تیمیه بحثی فقه سیاسی دارد. در فقه سیاسی برخلاف آنچه که امروزه بعضی کسانی که انتماء خود را به ابن تیمیه میدهند، ابن تیمیه را من شخصا انسان سیاستمدار و فقیه زبده یافتم. ابن تیمیه در تعامل و با حکام مغول که تازه ادعای اسلام میکردن، مخصوصا محمود غازان و امثال از این، با حکام مسلمان مملوکی صوفی کنار آمد. یعنی آن صوفی ها را به اینهایی که ترجیح داد، این هم یک فقاهتی میخواد. و همچنین خلاف بیشتری اهل تشیع به نظر من با ابن تیمیه، یک صراحت ابن تیمیه است. یک نقطه دیگر این که خود سنی ها هم در ضد ابن تیمیه قرار گرفتن، با این صراحت ابن تیمیه مشکل دارن. و سوم هم این که ابن تیمیه بر علیه حضور بعضی فرق منسوب به تشیع در حوزه شام خیلی جدی عمل کرد و خیلی میکوشید که بر علیه اونها بخیزد و با تاریخ این فرقه های درزی و نصیری این چیزا روی هم رفته. ابن تیمیه، من این را رد نکردم که تأثیری در حرکات افراطیون امروزی منسوب به سنت ابن تیمیه تأثیر ندارد، ندارد. نسبت تکفیر را ما در ابن تیمیه متاسفانه ما میبینیم. بله. حتی در برابری معتزله، در برابری کسانی که در عصر اول جرأتی علمایی که جرأتی صراحت به تکفیر اونها نمیکردن ما میبینیم. ما درست، اما من میگویم که نقاطی عقلانی دیگری هم در فقه سیاسی در ابن تیمیه وجود دارد که مغفول مانده است. نظریه سیاسی شیعه هم استعداد نوع خاصی از اسلامگرایی، اگر نه اسم بنیادگرایی، ولی نوع خاصی از اسلامگرایی رو داره، اونم ولایت فقیه. بله، ولایت فقیه، اگر میرسیدیم که به اون اطوار فقه رو که تطور پیدا کرد، به نام تکامل پیدا کرد و برسیم، بعد از اون مرحله سوم دیدگاه مرحوم محقق کرکی، شیخ الاسلام و بعدش هم احمد نراقی رحمت الله علیه، میرسیدیم به اینکه اصلا این تفکر تا به جغرافیا و اقلیم و دولت و حکومت شیعی برسه، طبیعتا نظریه و تفکر ولایت فقیه، اندیشه ولایت فقیه بر همون کانتکست سوار شده. بله. منتها ارتباط خاص با مفهوم عصمت نداره. یعنی هیچ فقیه نگفته است که ارتباط ارگانیک نیست. چرا ارتباط ارگانیک است؟ برای اینکه شما در یک قدم امام رو صاحب عصمت میدونید، در قدم بعدی میگید امام غایبه ولی علمایی هستن که نایبش هستن. در قدم بعدی میگید که کاری که امام مسلمین باید بکنه همین نایبان هم میتونن بکنن، از جمله تشکیل حکومت. این یعنی روی ما حکومت روی دینی. عنصر عصمت خیلی فوکس نکنیم، بگیم که پیغمبر یا امام یا حاکم اسلامی تا برسیم به خلیفه یا به سلطان جائر یا عادل یا ولی فقیه. ببینید کارکردها
یعنی کارکرد نبی، امام، خلیفه چی هستش. یکی بحث قضاوت هست، یکی بحث اداری سیاسی هست، یکی مرجعیت دینی هست. ما در تشیع با اهل سنت در بعضی موارد به اصطلاح هم خانواده هستیم که رهبری سیاسی بعد از پیغمبر به اون خلیفه، به اون امام، به اون سلطان عادل یا به اون نایب امام و به اون نایب امام یا ولی فقیه رسید. خب. این یک. دو، مرجعیت دینی مطرح هستش. اون چه که ولایت فقیه رو با مفهوم امامت پیوند وثیق داده این هستش که در تفکر اسلامی و در تفکر شیعه، در تفکر فلسفی ما، مثلا فارابی شرط دوم رو برای حاکم در مدینه فاضله خودش ارتباط با مبدأ وحی مطرح میکنه. یعنی حاکم که متفلسف هست، فارابی مطرح میکنه باید این مرتبط با مبدأ وحی باشه، آشنا با قرآن باشه، آشنایی با محکم و متشابه قرآن باشه. تأکید ما از یک جهت مثلا بر ولایت فقیه این هستش که ولی فقیه کسی است که در جامعه دینی که فقه مبنای زندگی مسلمان ها هست، آشنا به محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ است و بدون او حکومت دینی و رفتار دینی و جامعه دینی شکل نمیگیره. خلاصش آیه صخره این میشه که بله، یک رابطه ارگانیکی بین بحث عصمت امام و ولایت فقیه هست و این ایرادی نیست. این همون چیزیه که در مورد پیامبر هم گفته میشه، یعنی پیامبری که در این حال ولی مسلمین در امور روزمره، یعنی در سیاست هم هست. خب این که ولایت فقیه در امتداد با ائمه یا صورت میگیرد، این به عنوان نتیجه همین هست. وقتی که در اصل ما وقتی چیزی به نام سریان عصمت را بعد از رسول گرفتیم، به این نتایج میرسیم و شاید به بالاتر از این هم برسیم. یعنی یک تیوکراسی شدیدی را ما حاکم شاهد خواهیم بود. نه، هیچ یک از علمای شیعه متکلمین شیعه در طول تاریخ شرط عصمت رو به غیر از این 14 معصوم سرایت نداده. ندادم، اما به این معنا که نائب میتواند که خیلی پیش برود، خیلی یک حکومت تیوکرات را ایجاد بکند با ابتنا بر نظریه عصمت، منظوری من این هست. و اما در رابطه این که در اصل ما بگوییم که حکومتی نقش دین کاملا غایب هست در نزد سنی، این هم نیست. ما اشتراکات بزرگ، ما لزوم تعیین امام از جمله مشترکات اساسی بین شیعه و بین سنت هست. منتها بعد از رسول، همون طوری که من در ابتدا گفتم، ضرورت ها ما قاعده داریم که از ضرورات تقدر و به قدرها، ضرورت ها را به اندازی نیاز انسان اعمال میکند. هر قدری که ما در حکومت داری بکوشیم دایره عصمت را کم بسازیم و تنگ بسازیم، شاید مردم فرصت بیشتری به سوی حاکمیت داشته باشند. بله، پیش از پایان برنامه از شما بپرسم آقای مشکور که الان به نظر شما زایش فکری در کدام سو بیشتره؟ در حوزه نظریه سیاسی شیعه یا نظریه سیاسی سنی؟ خب طبیعی است، یعنی بعد از تشکیل یک دولت اسلامی زیر مجموعه جمهوری اسلامی توأم با ولایت فقیه در یک اقلیم شیعی و چالش ها و کنش ها و واکنش های منطقه‌ای و جهانی که این بحث داشت، طبیعتاً زایش فکر سیاسی شیعه پیشرو بوده و قبل از اونم در متفکرین و اصلاح طلبای شیعی یا هگارای شیعی مثل سید جمال یا بعد از اون مرحوم شریعتی، کسانی دیگر تأثیر شگرف در جغرافیای اهل سنت داشتن. خیلی از کسانی که شما نام میبرید به عنوان مصداق‌های نوزایی در نظریه سیاسی شیعه، اما فراتر از ولایت فقیه رفتن و اون رو رد میکنن. ببینید، تفاوت آرا بوده و خواهد بود، اما این غیر از یک نوزایش، من احساسم اینه که یک تعامل بسیار نزدیک بین اندیشمندان سیاسی شیعه و اهل سنت بوده. یعنی چه اون تأثیری که مثلا سید جمال در مصر گذاشت، ما معتقدیم سید جمال شیعه بوده، و چه تأثیری که بعد مثلا همین انقلابیون ایران مثلا خدا آیت الله خامنه ای از متفکرین بزرگ مثل شیخ عبدو و سید قطب آثار اونا رو مترجمه میکنه خود ایشان به عنوان ولی فقیه. بله. الان ایشون کسی است که آثار متفکرین سیاسی سنی مصر رو ایشون در ایران در فضای شیعی ترجمه میکنه. به این معنی که تعامل دو طرفه بوده، چون یک نیاز عمومی است در دنیای جدید که ما با این سوالات جدید، انتخابات،
آیا بیعت است یا نیست و ما تن به سکولاریزم بدیم، قوانین عرفی رو قبول بکنیم، تطبیق قوانین شهر، اجرای حدود. این سوالی است که در برابر همه مسلمان هاست، یعنی متفکرین شیعه و سنی با جواب بدن. در ایران در یک جغرافیای شیعه با نظر ولایت فقیه، یک حکومت 40 ساله شیعی اسلامی، به خیلی پاسخات سوالا جواب داده شد، عملا جواب داده شد، یک نوع تولرانسی وجود داشت. اون جایی که مثلا اگر ریز قضایا رو باز کنیم، انسدادهای فقهی بود. خب فقهای برجسته اومدن خیلی موضوعات رو در مثلا مسئله دیه اهل کتاب و مسلمان و حقوق زنان و بقیه. خلاصه کلام شما این است که 40 سال حکومت شیعی باعث شده که در حوزه فلسفه یا نظریه سیاسی شیعی سوال‌های جدید ایجاد بشه و پاسخ‌های متنوعی به این سوال‌ها داده شده و این رو شما زایش فکری مینامید. این زایش هست. یک چیز اشاره کنم، چون در اهل سنت آقای دکتر بگن ما متاسفانه بعد از اون تفکرای خیلی قوی که داشتیم سابق بر این در 100 سال اخیر بین اهل سنت مبتنی بر نظرات ابوالعلای مودودی، سید قطب، متاسفانه یک نوع زایش ناقص گرایش به طرف خلافت داعشی الان ایجاد شده. جستجوی فکری در میان اهل سنت، متکلمان اهل سنت در بست نظری سیاسی بیشتر یا کمتره؟ آقای مشکور روی اینکه در ایران خیلی این ایجاد شده متأثر از حکومت اسلامی در 40 سال اخیر تاکید میکنن و میگن چنین چیزی رو در حال حاضر در میان نظری پردازان اهل سنت نمیبینیم. یک مد نظر گرفتن یک باریکی هم مهم هست. در ایران که حالا حکومت جمهوری اسلامی هست، وارثی یک تمدن بزرگی هست که قبلا حکومت فعلی در ایران تعلیم بزرگی را، فکر بزرگی را به میراث برده و این تاثیر گذاشته بر ذهنیت اینها. بنابراین در فقط نتیجه حکومت دینی نیست، از یک ناحیه بنابراین و فعلا هم قدرت را همه جانبه در دست دارن. توقع از اینها می رود که بیشتر باید یک نمونه خوب ارائه بدارن، در حالی که منظرین یا تیوریسن های فقه سیاسی اهل سنت به این نظرن که ما تا هنوز حکومتی در جوامع اهل سنت که آنطوری که می خواهیم بوده باشد به دست نیاورده ایم. بنابراین تعامل با حکومت های فعلی بر اساس واقعیت میکنن. شما ببینید حکومت در عربستان سعودی یک حکومت است که فعلا جوامع اهل سنت با اونجا رفت آمد دارن و بر مبنای واقعیت ها و این مسائل و بینش های مختلفی در میان تیوریسن های فقه سیاسی اهل سنت وجود دارد. یعنی معتقد هستید که اگر زایش فکری کمتر در میان متکلمان اهل سنت، این نتیجه وضعیت موجود، نتیجه این است که در جوامع اهل سنت حکومتی که ایدئال این متکلمان باشه که بهشون امکانات جدید بده نیست؟ ولی خیلی ها میگن اگر زایش فکری کمتره در میان متکلمان سنی، بخشش برمیگرده به بنیادهای فکری اینها، از جمله مثلا بحث، من اینجا یادداشت کردم، بحث صفات ذاتیه خداوند، یعنی بحث کلامیه نه وضعیت موجود. دوری گزیدن بیشتر و بیشتر متکلمان سنی از آراء معتزله، نزدیکی بیشتر اینها به اشعریگری، اینها از نظر خیلی باعث میشه که زایش فکری کمتر باشه. این در زمان قدیم اگر مطرح بود تا اندازه تاجایی، اما فعلا زایشی نویسندگان و علمای اهل سنت توصیه بر دوری رفتن از این مباحث هست. امروز ما یوسف قرضاوی داریم، دکتر یوسف قرضاوی عالمی بلند است و علمای بزرگ دیگری در اینجا اونجا داریم، در مصر، در مراکش، در الجزایر، در عراق، عبدالکریم زیدان و دیگر، اینها همه داد و گرفت ها و تولید های دارن و حتی از محمد باقر صدر که از جمله علمای مشهوری اهل تشیع است، در عرصه اقتصاد نویسندگانی مسلمان اهل سنت از اون گرفتم. بنابراین این طور نیست که ما فکر کنیم که تمامی مباحثی کنونی علمای اهل سنت منحصر در این مسائل هست. در تایید این صحبت آقای صخره میشه نمونه‌های زیادی آورد، از جمله تأثیر گرفتن بسیاری از نواندیشان دینی از آراء
شماری از متکلمین یا نویسندگانی که متعلق به حوزه اهل سنت هستند. ترجمه کارهای اینها در ایران تازه داره به نظر پردازان شیعی نشون میده که چه کارهای عظیمی تو حوزه زبان عربی داره انجام میشه دیگه. بله قطعاً این، یعنی شاید در ایران یا شاید شما و من خبر نداریم. بله قطعاً این بس، ولی چون نام نمیخوام ببرم، یعنی یک ارتباط و تعامل خیلی نزدیک بوده بین حوزه های قدیمی سنتی که با هم دیگه ارتباط داشتن در موضوعات خیلی مختلف، هم از نجف، هم از قم، هم از ازهر و جاهای دیگه. ولی اون که معضلی که برای پیدا کردن یک راه حل خدمت شما عرض کردم اینه که احساس من اینه که چون در تاریخ فکر سیاسی اهل سنت یک نوع ناهماگونی و ناهماهنگی وجود داره، چون مثلا اونجا خود تفتازانی میگه که مثلا حکومت شکل میگیره، حاکم انتخاب میشه یا با بیعت یا با شورا یا با استخلاف یا با خدمت شما عرض کنم قهر و استیلا، اما تفضیل را میگذارد، یعنی به این برای اولویت و مشروعیت اصلی از کدام هست؟ بله همیشه میگن افضل کسی است که عدل باشه، اعلم باشه. ولیکن اگر کسی در، چون ما متاسفانه در فکر سیاسی اسلامی عموما، در فکر سیاسی اهل سنت، یعنی بعد از وقایع خیلی نظریات شکل گرفته، یعنی اگر مثلا خلیفه اول با سقیفه بوده بیعتی شکل گرفته نگرفته، یا مثلا اگر وصیت و استخلاف ایشان بوده مردم بعد یک نظری پرداختن، در حالی که در تفکر شیعی این اصل امامت مقوم بوده تا نسبت یک ساختار سترون یا مستحکم ایجاد بکنه. نقطه دیگری هم بوده که علمای اهل سنت محصول اقوام متعدد بودن و این اقوام از هندی سرزمین های مختلف، اینها تاثیرات ژرف خودشان را بر ذهنیت اینها داشتند، در حالی که ما این تنوع را در شیعه کم می‌بینیم. بله البته آقای مشکور اشاره به ناهمگونی و ناهماهنگی در میان متکلمان سنی کردند. در میان متکلمان شیعه این فراتر از ناهماهنگی و ناهمگونی، دعوا و جنگ و تا حد زندان کردن این، ممنوع الکلام کردن آن، ممنوع التصویر کردن، یعنی در حوزه شیعه که این فراتر از ناهمگونی هست. در اصل نظری امامت که هیچ اختلافی شیعیان ندارن، در حالی که اهل سنت در اصل خلافت، در تعبیر و تفسیرهاش که اختلاف نظر دارن. و من بدونی که تایید کنم یا رد کنم که مثلا به خاطر ابراز نظر، یک نقیصه در فرهنگ اسلامی، نه در تفکر اسلامی یا در بنیادهای ایمان دینی، این بوده که در طول تاریخ ما متاسفانه برای شنیدن سخنان مخالفین شهر صدر کافی نداشتیم. بله. از زمان خلیفه عثمان که ابوذر انتقاد میکنه به ربزه میره، تا حالا در شاید نظام ولایت فقیه فعلی که اگر کسی مخالف با ولایت فقیه باشه، من خودم یعنی اون چیزی که شنیدم از رهبر فقیه یا از آیت الله خامنه ای مخالفی روند هستن، ولیکن طبیعتا مخالفت صرف کافی نیست و این روندی که اگر کسی مخالفه با ولایت فقیه بود یا مخالف با این نظریه بود زندان بره، نظر ما محکومه. مخالفت صرف کافی نیست، منظورتون این هست که عملا باید سازوکار به گونه‌ای باشه کسی که مثلا با نظریه ولایت فقیه مخالف، البته اینم نیست که عموماً هر کسی مخالف نظریه ولایت فقیه بود او به زندان بره. مثلا حضرت آیت الله صادق روحانی مخالف این نظریه است، مرجعیت هم داره ولی مخالف نیست، ولی کسانی بودن بله که تو هم با بعضی از پرونده‌های دیگه شده سیاسی شده و پرداختن. بسیار مسائل پیش اومده. خیلی ممنونم. به آخر پرگاری این هفته می‌رسیم. تشکر از شما که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمان‌های برنامه، محمد دولله صخره و زکریا مشکور کابلی. برنامه ما روی صفحمون در وبسایت بخش فارسی بی بی سی آرشیو شده. این برنامه به شکل پادکستی هم در تلگرام بخش فارسی بی بی سی قابل دریافته و ضمناً برای اونها که برنامه رو در یوتیوب تماشا میکنن، روی صفحه ما در وبسایت هست و چند ساعتی قبل از پخش تلویزیونی قابل دریافته. خیلی ممنون. شب و روز بر همه شما خوش.